آقای قاضیان، اظهارات جدید رئیس ستاد امر معروف و نهی از منکر رو چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنم اظهاراتی است کاملا مطابق انتظار از یک رئیس ستاد امر معروف و نهی از منکر در ایران، کسی که جانشین آیت الله جنتی شده و به صورت افراطی از رهبر تجلیل و تکریم میکنه، و البته با این تفاوت که اون ارزش‌های اسلامی که میخواد به عنوان امر معروف و نهی از منکر معرفی کنه ظاهرا متفاوت با سلسله مراتب ارزش‌های اسلام سنتی، بلکه سازگار با سلسله مراتب ارزش‌های حکومت اسلامی در ایران، به این معنی که مثلا در سلسله مراتب ارزش‌های سنتی اسلامی ربا خیلی جای بزرگتری داره به عنوان یک منکر، در حالی که در اینجا به مسئله سگگردانی یا فرزندآوری و حجاب اشاره شده، یعنی چیزهایی که در اون سلسله مراتب کمتر اهمیت داره ولی خب برای حکومت اسلامی اهمیت و ارزش بیشتری داره و این تفاوت خیلی بارز و آشکار. آقای قاضیان، این نوع دخالت‌ها در زندگی خصوصی مردم به مذهبی بودن جمهوری اسلامی برمیگرده یا همه حکومت‌های اقتدارگرا از این دست دخالت‌ها رو انجام میدن؟ دخالت در این جنبه ها از زندگی، یعنی جنبه های خصوصی زندگی، ویژگی مشخص حکومت های اقتدارگران نیست، بلکه بیشتر ویژگی حکومت های توتالیتره. درسته که حکومت های توتالیتر البته حکومت های اقتدارگرا هستن، ولی ویژگی های اضافه بر اقتدارگرایی دارن، به این معنی که میخوان در زندگی خصوصی مردم هم دخالت کنن و اون زندگی خصوصی رو کنترل کنن. خب نمونه های برجسته‌شو در تاریخ بیریم، مثلا نمونه رژیم استالین و رژیم ماو در اتحاد شوروی و چین از این نمونه ها هستن که خواستن زندگی خصوصی رو کنترل کنن. تفاوت نظام جمهوری اسلامی با اون نظام ها اینه که اون شدت فراگیری که میخواد اعمال کنه حتی بیشتره، چون به ایدئولوژی متکی است که اون ایدئولوژی میخواد از پیش از تولد تا پس از مرگ برنامه‌ها و نقشه‌هایی برای مردم داشته باشه، برای زندگیشون، برای زندگی خصوصیشون، و حکومت قرار اون نقشه‌ها رو اجرا کنه و پیاده کنه، یعنی در زندگی خصوصی مردم به گونه‌ای دخالت کنه تا اونا مطابق اون نقشه‌ای که برای به اصطلاح پیش از تولد تا پس از مرگ دارن زندگی کنن، و به همین دلیل مایل که در بسیاری از جنبه‌های زندگی خصوصی دخالت کنه که اون نظام‌های توتالیتر مشهور این کار نمی‌کردن. یه تفاوتی دیگری که با اونها داره اینه که این نظام سیاسی از اون نوع از اقتدار و سازماندهی اون نظام‌ها برخوردار نیست، یعنی گرچه گرایش‌های توتالیتر داره و می‌خواد در همه جنبه‌های زندگی خصوصی دخالت کنه، ولی خب توان و قدرت اجراشو نداره. زمانه هم عوض شده، بنابراین جمهوری اسلامی داره خلاف جهت حرکت می‌کنه و شنا می‌کنه و برای اینکه مردم رو تدبیر کنه ناچار هر روز بر زندگی خصوصی اونا شلاق بزنه تا بتونه در واقع اونها رو به مسیر مورد دلخواه خودش برگردونه.